میزان مشارکت در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری چه معنایی داره؟ مرددین در رایدهی چه کسانی بودند؟ آیا الگوی رایدهی طبقه متوسط، طبقه فرودست شهری و روستاییان توی این دوره از انتخابات ریاست جمهوری به هم خورد؟ با عباس کازمی جامعه شناس به این پرسش ها پاسخ دادیم. آقای دکتر خیلی ممنون از اینکه فرصتتون رو در اختیار ما قرار دادین. میخوام به عنوان اولین سوال گفتگو رو اینطور آغاز بکنم که برخی از تحلیلگران در خصوص میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری معمولا میگن که دینامیک ها خیلی یکسان نیستن توی برخی از انتخابات ریاست جمهوری ما شاهد این بودیم که حضور طبقه متوسط بیشتر بود توی برخی از انتخابات ریاست جمهوری بیشتر در واقع میدیدیم که طبقات فقیر احتمال رای بیشتر بوده آیا این دینامیک این دور هم برقرار بوده یا اینکه ما شاهده یک الگوی جدیدی هستیم خوشحالم که در خدمتتون هستم خب میدونیم که جامعه به طور کلی یک موجود پویاییه و دائم در حال تغییره جوابی مثل جوابی خواهر میانه و جمهوری ایران هم این پویایی ها به شکل خیلی دائما در حال ظهور خودش رو نشون میده یعنی دائما با شما با اشکال مواجه میشی که انتظارش رو پیش از این نداشتیم در مورد داینامی که در واقع رأی دادن ببینید به طور کلی تو انتخابات مختلف یا همونطور که شما گفتید طبقات متوسط شهری خیلی نقش داشتن برای اینکه آمار مشارکت بالا برن یا کاندید مورد نظری رأی بیاره هم در جای دیگه فودستان شهری مهم بودن و در جای دیگه روستاییان خیلی اهمیت داشتن در ما سه تیپ کلی رو میتونیم جدا کنیم از هم دیگه طبقه متوسط شهری فرودستان شهری و روستاییان و شهرهای کوچک و اون وقت شما میبینید که در انتخاب که انتخاباتی که امروز نتایجش داره اعلام میشه میبینیم که این الگو به هم خورده و ترکیبی از اینها حضور دارن در اینکه به چه کسی رأی بدن کاملا تا به الگوی قبل نیست و پیش بینی میشه که روستاییان و فرودستان هم در واقع قبلا رأی محافظه کاران رو داشتن به سمت اون چی که امروز حالا استاد نام میگیره گرایش پیدا کردن و عرض کنم که میزان مشارکت هم همچنان باز تغییر کرده یعنی میزان مشارکت در شهرهای کوچیک و روستاها هم باز در سطح انتظار نبوده اونها هم پیوستن به تند زیادی به اینکه مشارکت نکنند و به این از چی برسن که انتخابات در واقع تأثیری در زندگی روزمرهشون نداره درسته اشاره کردیم که روستایان و فرودستان در واقع گزینه ای رو انتخاب کردن که حالا این روزها شاید به گزینه تحول خواهان یا اصلاح طلبان بیشتر نزدیک باشه این به نظرتون اتفاق ناشی از چیه یعنی ناشی از یک دغدغه ایدئولوژیکه یا ناشی از یک دغدغه روزمره است یعنی چه اتفاقی افتاده که اونها تمایل پیدا کردن به سمت این گزینه زندگی روزمره اون, اون چی که ما اسمش میذاریم زندگی روزمره یعنی اون چیزی که پیرامون ما میگذره از جمله معیشت از زندگی اجتماعی مسائل خیلی جزئی ریزی که آدم ها وقتی که به پیرامونشون نگاه میکنن به گذشتهشون به ده سال پیششون به 20 سال پیششون نگاه میکنن میبینن که چرا به از خودشون سوال میفرن میپرسن که چرا اینقدر زندگی ما داره بدتر میشه چرا پدران ما تونستن برای ما به عنوان فرزندان کارهایی بکنن که ما نمیتونیم اون کار رو برای فرزندان خودمون بکنیم ها های. حتی زندگی خود ما بدتر از ده سال 20 سال سی سال چهل سال قبل هست حالا باز نمیریم سراغ بازشون برای کسایی که سن بالای 50 سال دارن میتونن بپرسن که مثلا چرا پیش از انقلاب هم زندگی بهتر از بعد از انقلاب است طبیعتا یه ارزیابی از این مسئله دارن و ارزیابی باعث میشه که خود زندگی روزمره و وضعیتشون در زندگی روزمره مهم بشه در اینکه در انتخابات شرکت بکنن یا نکنن اصل روز. اصلی و این مشترک بین طبقات فرودست شهری طبقات روستایی یعنی گروه های اجتماعی در روستا هستند و شهریان اما خب طبقه متوسط شهری علاوه بر مسائل معیشتی اقتصادی روزمره مسائل فرهنگی سیاسی هم براش اهمیت داره و این مطالبات هم و شاد میشه گفت برای جزء حالا بعد از 1401 میبینیم که کسایی که در انتخابات شرکت نمی کنن مهمتر میشن از کسایی که در انتخابات شرکت میکنن همیشه بحث این بودی که اونا که شرکت میکنن تاثیرگذارن جهت و جامعه در واقع تعیین میکنن حالا اون کسایی که شرکت نمیکنن هم به لحاظ تعداد و درصد بیشتر شده هم تاثیر بیشتر شده و در اصلیش هم اینه که آنچه که دنبالشون دنبالش میگردن در انتخابات دیگه نمیتونن اونا جستجو بکنن درسته یعنی در واقع شما دارین الان بیشتر روی میزان مشارکت صحبت میکنین که اینکه میزان مشارکت پایین اومده در تمام این سه گروهی که اول صحبتتون نام بردین احتمالا به این معناست که اون چیزی که میخوان رو دیگه در انتخابات نمیتونن جستجو بکنن اما اون سوال من هنوز با اینکه چرا به سمت اون گزینه اصلاح طلب اومدن دو طبقه فرود است و روستاییان این آیا دلیل خاصی داره ببین گزینه‌ها خیلی محدود بوده در البته همیشه اواخر همیشه همین بوده و وقتی الان ما داریم تحلیل میکنیم راجع به 40 درصد در جامعه داریم حرف میزنیم مم. یادمون باشه راجع به 60 درصد در جامعه که مشارکت نکردن نمیتونیم صحبت بکنیم الان در حال حاضر و تو این 40 درصد شما سوالتون اینه که چرا اون الگوی دادن تغییر پیدا کرده رفته به سمت مثلا آقای پزشکیان بله بله. و خب نرفته به سمت سبد آقای قالیباف یا حتی آقای چون توقع جلیلی. که احتمالا فرود دست شهری یا مثلا روستایی بیشتر سبد با. به اون سمت باشه چون انت قدرت انتخاب اون کمتر بوده و یه اصلی که الان وجود داره اینی که طبقات روستایی جامعه روستایی روی الگوهایی رای دادم که روی سلامت فردی خیلی برشون مهم بوده مم. و صداقت و شما نگاه کنید اصلا مقوله اصلاح برایشون مهم نبوده آها. نیست این در واقع این رای رای به اصلاح نیست فکر نمی کنم همه رو با حساب اصلاح طلبی گذاشت این رای رو و چون روستاییان و شهر شهرهای کوچیک اساسا بازی رو اصلاح طلبی و اصول گرایی نمی بینن مقولاتی براشون مهمه مثلا بحث معیشت براشون مهمه سلامت برای سلامت مهمه. در واقع اقتصادی براشون مهمه چون فساد اقتصادی این روزا خیلی مهمه و تقریبا همه دولت مردهای یا آدا کاندیدایی که در واقع پیش از این سمت داشتن یه سابقه دارن یه اخباری از گذشتهشون هست و این پیشینه منفی پی باعث میشه که رأیشون بشکنه و بیاد پایین و بعد مسئله مذهب هم برایشون مهمه یعنی مسئله ساب... که صادقانه باشن روستایی‌ها دارن میگم شهرای کوچ خب آقای پزشکیان به لحاظ مذهبی و به لحاظ اخلاقی یه جوری خودشو در بازنمایی کرده بود که فرقی با اون الگوی مورد نظر روستاییان نداره درسته. خب طبیعی و بحث سلامت اقتصادیش هم مد نظر بود بنابراین درسته که اینا به استاد طلبا رأی دادن ولی نمیشه گفتش که حالا بازی در واقع بازی استاد طلبا وصول گرایی بوده درسته ای دکتر اشاره کردیم به دقدقه دق... زندگی روزمره اینکه گفتیم که آدم ها این روزها فکر میکنن به اینکه چرا پدران ما میتونستن یه کارهایی برای ما بکنن و ما امروز برای فرزندانمون نمیتونیم این کارا رو بکنیم این توی انتخابات قبلی به نظر میومد که اونطور نمود نداشت مثلا تو انتخابات هزار چ... سال 1400 و یا حتی اسفند سال قبل به نظر میرسه که نمودش رو داره توی این انتخابات نشون میده آیا من دارم درست تحلیل میکنم یا اونجاها هم نمود داشته ببینید تا سال هزار آخرین دوره که آقای روحانی در واقع ریاست جمهوری رو میگیره تا اون زمان انتخابات یک ابزار مهمی بوده برای تغییر اجتماعی مهم تو جامعه از نظر مردم یه یعنی ابزار مهمی بوده ولی از 1400 به بعد مردم متوجه شدن این ابزار خیلی کار نمیکنه خود ابزار مشکل داره یعنی خود ابزار مشکل داره چرا کار نمیکنه دلایل متعدد داره طبیعتا فاصله میگن از این ابزار و به فکر راهکارهای دیگه میرن برای تغییر اجتماعی اون یکی از راهکار جنبش های اجتماعی حالا بعدا بحثش رو مطرح میکنیم که حالا اگه انتخابات جواب نمیده عدم مشارکت مشارکت شاید جواب بده به عنوان یک در واقع پیام چون ما فکر میکنیم که عدم مشارکت هم به اندازه مشارکت مهم هست برای جامعه اقتدارگرایی که فضاها رو میبنده چارچوبها رو محدود میکنه گزینه های انتخاب رو محدود میکنه و از میان این سه تا چهار تا که من انتخاب کردم یکی رو انتخاب کنید خب تا یه اندازه جامعه میاد بازی میکنه خوبم بازی میکنه شما نگاه کنید از دهه هشتاد هفتاد هشتاد نود جامعه تو همین چارچوب بازی کرده پیامش رو رسونده به هر شکلی رسونده و اون میزان رأیی که مثلا در دوره آقای روحانی به به شوراها دادن به مجلس دادن به خود دولت دادن رأی تماما رأی جنایت اصلاح نبوده کل مجموعه رأی ناراضیان جامعه بوده که فکر میکنن از طریق ابزار انتخابات میتونن این تغییر رو ایجاد بکنن توی جامعه ولی از 1400 به بعد بعد از جنبش 1401 به طور خاص به این نتیجه قطعی رسیدن که دیگه انتخابات جوابگو نیست ما یه الگوی جدید مواجه هستیم و اون الگو عدم مشارکت نه نه این الگو که چگو کی به چه کسی رأی میده او الگوی عدم مشارکت الگوی عدم مشارکت هم دو تا راه داره عدم مشارکت به شکل تاکتیکی هست ما فعلا رنگ نمیدیم تا اینکه مطمئن بشیم که یا مجبور بکنیم که ساختار سیاسی سی در واقع خودش رو اصلاح ساختاری بکنه بنیادی بکنه یعنی برسه به یک جوری انقلابی از درون درست و رنگ نمیدیم برای اینکه جامعه از نظام سیاسی از طریق ناکارآمدی از بین خودش از بین بره یعنی با هزینه خیلی کمی اون بخش ناراضی جامعه میخوان بدون اینکه خودشون هزینه کنن نظام نظام سیاسی رو از طریق رأی ندادن ناکارآمدیش بالا بره و بعد یا تسلیم بشه برای ایجاد تغییرات یا از هم بنیاد از هم بپاشه یعنی کسانی که رأی ندادن به نوعی این دو تا خواسته رو داشتن بله. یکی از این دو تا خواسته بله. رو داشتن بله. درست حالا سوالتون یادم رفت که دقیقا چی بود و این وسط خواهش میکنم آیدیتور سوالم این بود که چرا این دقدقی زندگی روزمره و حالا این صحبتی که شما اولش داشتین که مثلا خیلی ها احتمالا میبینن که پدرانشون یه کاری میتونستن براشون بکنن و اونها نمیکنن چرا توی این انتخابات بیشتر خودش رو داره نمود میده آیا تو انتخابات قبلی هم بود یا نه و بعد در نهایت رسیدم به اینکه شما در خصوص این صحبت کردین که افرادی که رأی نمیدن چه پیامی دارن بله فکر کنم پاسخ سوالاتون داده باشم اینکه ما نمیتونیم بگیم چرا این انتخاب با رخ داد چرا انتخاب قبلی رخ نداد چون هر انتخاباتی رخ میداد میگفتیم سوال میکنیم چرا این انتخابات این یک امر فرایندیه درسته. و جامعه به نظر من فرصت کافی رو به نظم سیاسی داد که آقا خودش رو اصلاح کن ما این رو رای میدیم ما این لیست رو رای میدیم ما این کار میکنیم برای اینکه نه اینکه این لیست صد درصد مورد تایید ماست برای اینکه این پیام رو به شما بدیم یه بازنگری اساسی در خودتون انجام بدید دیگه یه کارآمدیتون بالا ببرید و در واقع ما زندگی راحتی میخوایم و شما نتونستید بر ما فراهم بکنید طبیعی که در یه جای جامعه حساب میکنه و روند مشارکت در انتخابات از این بعد همین الگو رو خواهد داشت تا کاهش تر هم خواهد بود تو انتخابات های بعدی بعد مگر اینکه این, این دگردیسی که جامعه انتظار داره درش در ساختار سیاسی رخ بده رخ بده رخ بده آقای دکتر تو همین فضای رای دادن رای ندادن یه سری ها هم بودن که مردد بودن یعنی شاید تا دقیقه آخر اینطور فکر میکردن که حالا تردید داشتن آیا رای بدهیم آیا رای ندهیم خیلی ها ممکن اصلا دیروز نظرشون عوض شده باشه مبنی بر که بخوان رای بدن این حجم بالای تردید رو شما ناشی از چه چی چیزی میدونید بی ما با سه نوع داده در اینجا رو برویم یک حدود 33 درصد جامعه طبق نظرسنجی ها گفتن که ما اساسا رنگ نمیدیم و این 33 درصد در طول ده دواز روز تبلیغات انتخاباتیش تغییر نکرده از نظرش اصلا بر نگشتن. طبق آخرین نظرسنجی هم دوازده درصد در جامعه گفته بودن که ما شک داریم که شرکت کنیم اینجا تا حالا میشه 33 درصد و دوازده درصد در واقع میشه 45 درصد در جامعه از سوی دیگه حدود دوازده درصد هم گفتن که ما رأی میدیم اما نمیدونیم به کی باید رأی بدیم اینم به نظر میسه آخر رأی ندادن اتمالا رفتن یه رو نگرفتن این ما ما فقط مرددها ها رو نداشتیم ما کسایی داشتیم به طوری که قطعی تصمیم گرفتن رأی ندن کسایی داشتیم که تردید داشتن که اصلا شرکت کنن یا نکنن و کسایی داشتیم که گفتن حالا شرکت میکنیم ولی نمیدونیم کی باید رأی بدیم خب یعنی این سه دسته خیلی معناداره برای جامعه که دچار سردرگمی هست و دلیل اصلیش اینه که اول مردت ها رو نگاه میکنیم من به آمار نگاه آمار ایسپا نگاه کردم باید. و آخرین آمار ایسپا آه زنان آه خیلی نقش زیادی داشتن در مردت ها زنان بیشتر مردد بودن که رای بدن یا رای ندن تو قطعی چطور؟ تو قطعی یا زنان نسبتشون چطور بود؟ تو قطعی هم جالب بود که زنان بیشتر تو قطع کسی که رای بخوان بدن زنان باز بیشتر بودن اونایی که رای ندن؟ رای ندن, ندن مردها بیشتر و بیشتر, بیشتر. مصمم بودن که ما رای نمیدیم زنان بیشتر مردد بودن در انتخابات ما دلیلش هم شاید بفهمیم چیه دقیقا دلیلش؟ رأی دادن اینکه چه کسی رئیس جمهور بشه چه کسی نشه شاید با جزئیات زندگی روزمره مربوط به زنان بیشتر گره بخوره. ببینید می ما میفهمیم در خیابان بله. ما داریم اینا رو میبینیم که هر روز چه اتفاقی برای دختران و زنان ما میوفته خب این یه مقداری تردید رو بیشتر میکنه اگر رأی بدن شاید یه مقداری وضع امنیت من در خیابان بیشتر بشه اگر رأی ندم مثلا هی با خودش این این رو در این زمینه انجام میده اما خود مرددین صرفا زنان که نبودن حالا بره. آمار زنان بیشتر بود دلیل اصلیش این بود که امیدی نداشتن به این که اگر رأی بدن به کاندید مورد نظرشون تغییر اجتماعی خاص سیاسی خاصی در جامعه رخ بده یعنی واقعا این امید رو نداشتن و اون درصدی که در واقع امروز ما مشخص شد 40 درصد رأی دادن در انتخابات حالا باطل ها کم کنیم شد کمتر باشه این چل درصدی که تا الان تا این ساعت نتایج قطعی اعلام نشده و بر ما مشخص شد این چل درصد تقریبا به خودشون قبولوندن که شرکت در انتخابات تاثیر بیشتری داره دو زندگیشون از این تا اینکه شرکت نکنن تو انتخابات و این مورد جمعیت مرددین خیلی معنادار بود من یه جایی صحبتی کردم که خب من میتونم حد بزنم که جمعیت مرددین توی مثلا حالا تو جوانان هم بوده ولی تو میان سالان خیلی معنادارتر باشه یعنی به ناامیدی بیشتری رسیدن برده. انگار میان این اصلا سالان کسایی که مشارکت نمی و مردد هستن جوانان بیشتره یعنی شما اگر الگوی نظرسنجی ها رو نگاه بکنیم با افزایش سن مشارکت بالاتر می رفت یعنی جوانان از همه پایین تر در واقع بود مشارکتشون بعد میان سالان بعد سالمندان یعنی سالمندان مشارکت بیشتری داشتن درست. و دلیلش برای ما روشنه حالا با یه متغیر دیگه گره بزنیم برمیگشت به کلان شهرها هرچی از کلان شهرها به شهرهای کوچیک به روستاها میرسیدیم تو نظرسنجی ها باز مشارکت بیشتر میشد به سمت کلان شهرها میومدیم مشارکت پایین تر میومد و متغیر سوم تحصیلات بود بعد بر اساس نظرسنجی که ایسپا انجام داد میشد نشون داد که هرچه تحصیلات بالا میرفت مشارکت باز پایین تر میومد یعنی جوانان تحصیل کرده تو کلان شهرها احتمالاً کمتر این کالا با الگوی خیلی از جوامع غربی متفاوته یعنی اصلا این تصور که جامعه اگر مدرن بشه توسعه گرا بشه توسعه پیدا بکنه مشارکت بیشتر میشه تو ایران خلاف اینه هر چقدر سواد کمتر روستایی تر سن بالاتر در واقع مشارکت در انتخابات بیشتر این همون دو به هم دو کلید واژه امید و ناامیدی که شما صحبت کردین برمیگرده آقای دکتر یعنی بله. احتمالا مثلا آدمها ناامیدتر میشن از اصلاح ساختار که نمی نمیدن یا چی ببین جوون ها که در واقع یه جوری جوون ها از اوج ناامیدی در واقع به یک امیدواری رسیدن یعنی اینکه خب اولا خیلی فرصت دارن برخلاف میان سالان و سالمندان که دیگه فرصت برای ناامیدی ندارن درست یعنی چی یعنی خب من همین چهار سال همین هشت سال همین ده سال زندگی من باید به فکر همین ده سال باشم آینده در پیش نیست که حالا من میخوام این کارو بکنم برای آینده اتفاقی بیفته اما برای جوانان آینده خیلی مهمه آینده که میدونن که از الان تباه شده است از الان فروخته شده است الان به حراج گذاشته شده است و چون آینده پدرانشون رو میبینن و اون رؤیایی که از یک جامعه اسلامی بر از انقلاب بهشون داده شده یه ایماج از یک جامعه اسلامی که مبتنی بر وحدت برابری عدالت و رفاه نصفی، و انسانیت و اخلاقه و سلامت اقتصادیه و نشون میده هیچ کدوم از این محقق نشده این رویای پدران محقق نشده بنابراین این فرزندان میدونن که از پیش آیندهشون فروخته شده بنابراین راه عدم مشارکت رو انتخاب کردن برای اینکه شاید در عدم مشارکت بتونن یه امیدواری کسب بکنن نه در مشارکت چون پدرانشون در مشارکت امیدواری رو تولید میکردن و بعد به سرعت ناامید میشدن در این عدم مشارکت امیدواری رو کسب بکنن در دل اون بتونن یه رویای جدید رو خلق بکنن آیدور اه... الان میخوام یه سوالی رو سریع تر بپرسم ازتون دقیقا از این چهل درصد میزان مشارکت چه خانشی میشه کرد اینطور که شما دارین تحلیل میکنین به نظر میرسه که اتفاقا نشانه انفعال نیست یعنی اون کسی که رأی نداده یه تصوری داشته یه فکری داشته و اتفاقا این خیلی نمیشه نشان از منفعل بودن جامعه گذاشتش اینجا میشه نشانه منفعل بودن دانست یا نشانه انفعال جامعه دانست بخوایم اگر اینطور تحلیل کنیم چه باید بگیم جامعه ایران اساسا جامعه غیر سیاسی نیست حالا شما تو برخی از جامعه شاید عدم مشارکت رو با غیر سیاسی شدن در واقع یه جوری رفت بدیم این جامعه اصلا خبر نداره که انتخابات هست براش اهمیت نداره انتخابات و مسائل از این دست اما وقتی من دنبال می‌کردم درست سالی یه اصلا اصلا میگفتم ما خبر نداریم انتخابات کی ولی سراغ خیلی که رفتم و رأی ندادن خوب خبرها رو دنبال می‌کردن با جزئیات توی شبکه های اجتماعی خبرها رو دنبال میکنن به قدری که من فکر میکنم اینا رأی میدن بعد میگفتم خب چرا این همه خبرها رو دنبال میکنید داستان چیه رأی رأی نمیدیم ولی خبرها رو خوب دنبال میکردن و این نشون میده که یه جامعه که آگاهانه داره تصمیم میگیره و اگر یک زمانی انتخابش این بود که در انتخابات شرکت بکنه رأی به کاندید مشخصی بده بلکه تغییر ایجاد بشه حالا انتخابش اینه که هیچ انتخابی نداشته باشه و یا انتخابش خارج از در واقع اون چارچوبی است که قدرت برش معین کرده آقا این سه چهار تا رو را رأی بده دلیل اصلیش اینه که ببینید من وقتی گوش میکردم به دیالوگ نامزدها حتی یک کلمه یک جمله پیدا نکردم که صدای طبقات ناراضی باشه حرفهای اونا رو به گوش برسون یا اونا رو را راضی بکنه که اگر من به من رأی بیارم اون مطالبات شما رو در واقع محقق میکنه خب طبیعی که یک عدم اتصالی بین نظام سیاسی چه اصلاح طلبا چه اصولگرا چه ساختار مسلط سیاسی این حاکمیت با بدنه جامعه 60 درصد جامعه ایجاد شده اون 40 درصد که تو دا ما داریم میگیم اون 40 درصد هم علاقم همه اون ناراضیان و راضیان رو در بر, بر میگیره بله یعنی همه اینا اونا که یه تغییر ایجاد بکنه، حتی اون کسایی که با در واقع چارچوب‌های مذهبی حاکمیت همخوان هستن به لحاظ اقتصادی ناراضی دیگه خود آقای جلیلی میگفت من رأی میدم من این ساختار این فساد رو این روندی دیره که اونها قبلی ها ایجاد کردن رو تغییر بدم به ریل دیگه‌ای بگذارم اصلاح گفتم ما ریل دیگه آقای غالیبا میگفت من میخوام یه ریل دیگه‌ای داشته باشم، همه ناراضی بودن و جالب مردم نگاه میکنن خب اینا که همه ناراضی کمترین فردش مثلا نایب رئیس مجلس بوده خب این این چجوری قراره شما که همش ساختار قدرت بودی تو رئیس مجلس بودی تو اونجا چطور حالا میخوای توی نهاد دولت دور کار رو به پیش ببری اینجاست که انتخابات نهاد نهاد بی‌خاصیتی فرد میشه اگر آدم های جدیدی می شما نکن احمدی نجات که آمد ریاورد آورد آقای خاتمی که آمد اینا یه جوری تا اندازه با فاصله از ساختار نظام سیاسی بودن و می آقا ما یه صدای متفاوتی هستیم درست یا نادرست یا طبقات فرود است یا طبقه متوسط به اقبال پیدا کردن به اینکه اینا یه صدای متواویت هم میخوان چرخه نخبگان سیاسی قدرت رو که در واقع بعضی از پژوهشگران نشون دادن که 2300 خانواده در قدرت سیاسی مسلط هستن و سرمایه اقتصادی سرمایه سیاسی میان اینها میچرخه در پست های مختلف پست های کلیدی جامعه کسی از اون بیرون نیومد که بخواد تحول ایجاد کنه بنابراین جامعه نیازی نداره یعنی که احساس کنه اینا به این برسه که خب اینا قرار تغییر ایجاد بکنم من چرا باید رای بدم یک بار برای همیشه باید تکلیفم مشخص کنم من دیگه فرصتی ندارم میان سالان با خودشون میگن که ما دیگه فرصتی نداریم اشتباه بکنیم جوانان میگن که اگر اشتباه بکنم من باید یا مهاجرت کنم یا آینده تباهی بود داشته باشم بنابراین همینجا با تصمیم میگیرم که این تغییر رو ایجاد کنم پس... تغییر هم در عدم مشارکت پس به نوعی شما میگین که اتفاقا نمیتونه نشان از حتی پو... یعنی آگاهانه انتخاب کرده که رأی نده و این میتونه نشان از پویایی جامعه هم باشه صد درصد نشان پویایی جامعه است صد درصد نشان عقلانیت جامعه نشان بلوغ جامعه است حالا خیلی ها میگن بلوغ یعنی اینکه بیای در هر شکلی با صندوق قهر نکنی نه اصلا این قهر اصلا با... بخوام خیلی وسیع ببینم قهر با صندوق هم نیست اصلا بلا اهمیت فرض کردن صندوقی چون شما اگر به هر شکلی با صندوق رابطه تو برقرار کنی حتی اگه بی خاصیت بشه خاصیتی نداره اگر جریان اصلاح طلبی بیاد هم حرف اصول گلار رو رو بزنه و بعد به که من همچنان اصلاح طلبم و من بهش رأی بدم این اتفاقی بر من نمیفته اس فقط اون چی میگم روی ظاهری اصلاح رو داری, داری در باطن تفاوتی با شعارهای های اصول گرایی نداری حالا یه جایی با هم باید صحبت بکنیم زبان اصلاح چقدر قدیمی تر شده داره که زبان مردم چقدر رو به جلو به حال تغییره تو همین فضا بمونیم اگر موافقین خیلی وقتا توی خیابون اگر کوچه خیابون قدم میزدیم اونطور که باید و شاید شاید فضای انتخاباتی که چند سال قبل بود رو ما دیگه شاهدش نبودیم آقای دکتر شاید قبلا اونقدر توی فضای مجازی جدی نبود این فضای انتخابات ولی این روزها به نظر میرسه که تو فضای مجازی اتفاقا خیلی جدی تره و انگار خیابان یه جورایی حذف شده از عرصه انتخابات به نظرتون این نشونه ای چی بود؟ خیلی موقتیه به نظر خیابان برای همیشه حذف نشده یعنی ما از میزان مشارکت میتونیم بفهمیم که انقدر حال حوصله ای نبود که آدم تو خیابون بیان گرچه یه تعداد خیلی اندکی یه جایی ما دیدیم مثلا اومدن و من وقتی نگاه میکنم تو شبکه اجتماعی میبینم که میشد دید حتی در شبکه اجتماعی کسایی که در واقع فضا سازی کردن راجع به انتخابات کسایی بودن جز کادر اصلی در واقع این نامزدها بودن حالا کادر اصلی بر از کوچکترین تا بالاترین آه این همین شناخته شده بودن که دولت های قبل دورهای قبل چه اصلاح طلب ها چه اصول در واقع فعال بودن اینها هستن که سر ها رو ایجاد کردن مردم عادی خیلی کم میدیدم که مثلا بیام فضای مجازی رو هم حتی بیان به نفع شرکت در انتخابات مثلا پر بکنن این بیحوسلگی، این رخوت، این کسالتی که در زندگی سیاسی در واقع ما میبینیم در میزان رای هم دیدیم نه تنها در خیابان، در فضای مجازی هم اگر خوب دقت بشه در واقع وجود داره اما دلتی که ما نمیبینیم در فضای مجازی اینه که فضای مجازی فضای قبیلگیه یعنی چی؟ یعنی من در اینستاگرام خودم مثلا اگر این فالوور دارم خب کسایی رو منو رو فالو میکنن که تندازی زیاد شبیه من فکر میکنن اه. وقتی من میام رای گیری میکنم در تلگرام در اینستاگرام و افراد رای میدن و اون فرد ما نظر من انتخاب میشه اه. از پیش برای اینکه این آدما از قبل شبیه به هم فکر آدمای شبیه به هم دور هم جمع میشن دنبال میکنن و به خاطر همین هم ما وقتی صفحه اینستاگرام رو باز میکنیم چقدر مثلا از انتخابات صحبت کردن ما صفحه اینستاگرام یه آدمی که کلا مثلا مشارکت نمیکنه وارد بازی نشده اگر باز کنیم شاید اتفاق دیگه اون تو رخ بده بله. نمیدونی چی میگم مثلا چات خبری نبینی شاید چیز دیگه اون تو ببینی بنابراین شبکه اجتماعی های اجتماعی معمولا آدم همسان خودش رو دور خودشون جمع میکنن و همین الگوی معروفی کبوتر با کبوتر باز با باز رخ میده و, و ما فکر میکنیم که کسایی که تو شبکه اجتماعی هستن چقدر مثلا تو این موضوع فعالن یا پویا نه ما آدمای شبیه خودمون رو دور خودمون جمع کردیم و این الگو باعث میشه که یه فریبی ایجاد شده. یک واقعیت واقعیت داخل واقعیت مجازی ایجاد بشه که دروغینه و واقعا در بیرون خیلی فاصله داره آنچه که ما دو شبکه اجتماعی میبینیم و آنچه که در بیرون در واقع محقق شده درسته آقای دکتر تو صحبت قبلیتون اشاره کردیم به زبان اصلاح طلبی و گفتیم که این زبان به نوعی شاید کهنه یا قدیمی باشه اگر درست از اون اصطلاحی که شما استفاده کردین استفاده کنم و مردم به نوعی پیشروتر شدن یکم راجع به این بیشتر توضیح بدین تو صحبتاتون هم اشاره کردین به اینکه کسایی توی فضای مجازی شاید فضا رو داغ میکردن که بیشتر از اعضای ستاد همین نامزدها بودن حالا من جمله اون گزینه تحول خواه که احتمالا افرادی که کنارش بودن خب به حال از طلبه بودن این چه تأثیری داره در چه تأثیری داشته در روند انتخابات و روند مشارکت من اول وقتی که انتخابات شروع شد خیلی داشتم رصد می‌کردم می‌دیدم خب این هم آدمای تکراری مثلا در مورد اصلاح صحبت میکنم همین آدم تکراری دارن فعالیت میکنن همون حرف های تکراری همون شیوه های تکراری برای جذب مخاطب و, و برخوام سوال کردم اینا مگه نمیدونن چقدر جامعه متحول شده اصلا این حرف رو نمیشنوه خب و بعد روی مسئله فکر کردم خب ببینید وقتی اصلا چیزی به اسم اصلاح در ده دا هفتاد شکل گرفته حامل یک زبان جدید بوده در اون زمان در سال 76 یعنی یک سخنانی میگفت یه واژگانی داشت این واژگان پیش از این توسط سیاستمدارا بیان نمیشد های جدید متولد شدن نه تنها در جامعه بلکه در نیروهای ساختار نیروهای سیاسی آدم های جدید متولد شده بودن این آدم های جدید ممکنه بخش هم آدم های قدیمی بوده باشند ولی زبانشون تغییر کرده بود به این سری جدیدی که پیش از این نبودن در اون نظم سیاسی وارد ساختار سیاسی شدن و این آدم جدید همراه بودن با گفتمان مسلط سیاسی جدید در جامعه در هفتاد شما نیا کنید ما مفهوم جامعه مدنی داشتیم مفهوم قانون رو داشتیم مفهوم مردم سالاری رو داشتیم یه مفاهیمی وارد جامعه شد که جامعه با اون مفاهیم خودش رو برد جلو هم هم با هم برد جلو شما نکنید مجلاتی داشتیم که اون مجلات گفتمان سازی میکردن شما امروز رو نگاه بکنید هر از در واقع دوم خورداد به جلو میریم به 80 90 اساتری مثل یک ماشینیش که دائم داره فرسوده تر و قرازه تر میشه خود ورژن جدید از خودش ارائه نکرده همون ورژنه همون دیویسیش پیجو دیویسیش که تولید میشد در اون الان داره همون تولید میشه با هیچ تر... ت... بدون هیچ تغییری شاد با کیفیت پایین تر هم تو تولید میشه وقتی نگاه میکنم امروز به اصلاح طلبی رو میبینم که نه تنها تغییری نکرده بلکه همون واژگان مهم سیاسی ده هفتاد هم دنبال نمیکنه دیگه یعنی همون که حتی همون هم میگفتن دیگه نیست اصلا واژگانی نداره توهی شده زبانش بی شده توهی شده بی معنا شده شما در صحبت های آقای پزشکیان نگاه کنید یک جمله معنادار که تحول خواهی توش باشه امید به جامعه بده امید به حرکت به جامعه و تغییر بده واژگانی که از 1400 به یک, به یک رو برای ما توضیح بده نیست توش و یک عنصر عنصر زنانه دیگه بله خیلی عنصر مهمیه ما در واقع اینو نداشتیم دیگه توی آها همین رو میخوام دقیقا بپرسم بحث سبک زندگی دقدقه های روزمره مطالبات زنان که به نظر میرسه از سال 1401 جدیتر شده برای خیلی از اخشار جامعه اینو رد رو نداشتیم تو این انتخابات ابدا نداشتیم شما نمیکنید من جمله اینجوری به پایان برسونم که در حالی که جامعه به سرعت تغییر کرده و ما جامعه شناسا داریم دنبال جامعه میدونیم که این تغییرات چطور رصد بکنیم ام. عقب میمونیم در فهم جامعه وقتی واژگان سیاسی همه نامزدها رو حالا فقط نه فقط نگاه میکنیم میبینیم چقدر دور از جامعه واژگان سیاسی در واقع اصولگراها ها هنوز اون مقولاتی است که به یک هسته خیلی محدودی از ساختار سیاسی برمیگرده در که جامعه مذهبی براش نظم اقتصادی خیلی مهمه برایش وضعیت زندگی روزمره اقتصادی خیلی اهمیت داره درست ممکنه اون جامعه مذهبی مثلا برایش اصلا پوشش مسئله پوش آزادی با. پوشش دغدغش نباشه و نیست هستن. خب یا حتی دموکراسی آزادی سیاسی برایش مهم نباشه و نیست ولی براش زندگی مطلوب که دیگه مهمه که بالاخره میخواد بچهش ازدواج کنه بالاخره میخواد برای بچهش در واقع خونه ایجاره کنه بالاخره بچهش میخواد هزار تا اتفاق برای خودش میخواد رخ بده اینه که دیگه میفهمه شما میبینید که هیچ هیچ واژگانی که به شکل برنامه ریزی شده علمی مدون دقیق اقلانی حتی از زمین اصول گرا باشه نبود پس واژگان اونها که تویه یعنی برای خود ها هم به نظرم کار همینه کار نکرد <تصلا> برای شما <نهایه تصلا> نگاه کنید تو میزان رایا رو نگاه کنید که چی جوریه دیگه من فکر میکنم حتی از سخت رأی که خودشون داشتن هم کمتر شرکت کردن یعنی را الان های اصول رو که میبینیم واقعا جیدو رو جمع میزنیم از انتظاری که ما از رأی اونا داریم باز کمتره اونها مشارکت نکردن در زمینه استاد طلبان می‌بینیم که اصلا زبانشون توهی شده یعنی ما انتظار داریم اینا،, اینا یه نوگرا باشن اینا یه با ادبیات بروز، ادبیات جهان ادبیات مدرن ادبیات که از 1401 در ای... 4001 به بعد در ایران تولید شده همراه باشن می‌بینیم که نه تنها همراه نیستن بلکه حتی ادبیات گذشته خودشون هم فراموش کردن اینجاست که اصلا مردم بی‌نشی رسیدن که اینا حتی دیگه استاد طلب هم نیستن به همین دلیل شاید بخشی از غیر اصلاح طلبان به پزشکان رأی دادم رأی آوردن برای اینکه تفاوت زیادی نمیبینن جز سری آدمایی که دور برای ایشون هستن این معنا رو میده که میخواد همون فرایند دنبال کنه ولی شما در کل مناظره ها و گفتگوها و گفتارهای آقای پزشکان نمیبینی که یک واژگان جدید 1400 به یک، به, یک به بعد باشه به این معنا من گفتم دیکشنری اصلاح را تغییر کنه حتی حتی من بگم که ما به یک نیروی سیاسی جدید نیاز داریم که نیروی سیاسی که تحول خواهی و تغییر رو در اون جامعه درون نظم سیاسی جلو ببره همون همون نی... همون طور که در دهه 70 ما یک نیروی سیاسی جدید تولید شد در درون جامعه و این تغییرات رو ایجاد کرد اگر کسایی که میخوان درون ساختار سیاسی تغییرات رو مطلوب دنبال کنن باید به فکر نیروی سیاسی جدید باشن در غیر این صورت نیروی سیاسی خارج از نظم سیاسی تولید میشه و تحولات جنبشی وسط بیشتر میکره آقای اشاره کردین به زبان کهنه شده و واژگان کهنه شده اشاره کردین به اینکه افراد پالا پویاییشون یا شرکت نکردنشون در انتخابات بیشتر نشانه چه چیزهایی بود و بعد اشاره کردیم به جنبش های اجتماعی میخوام ببینم که پیش بینیتون چه خواهد بود یعنی این وضعیت تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد ببینید در ده هفتاد به بعد ما دو تا مسیر همزمان با هم طی کردیم یک مسیر جنبش های اجتماعی دوم مسیر انتخابات و این دو تا مسیر به همدیگه کمک میکردن در تعامل با همدیگه بودن یک زمانی در طریق انتخابات یک امید به تغییری ایجاد میشد تغییراتی تو اندازی هم حتی هم ناشیز ایجاد میشد و زمان دیگر جمعش اجتماعی بودن که در واقع طلب تغییر میکردن این دوتا هم یکسان بودن تا اونجا که میتونم حد بزنم این بود که میتونم حد بزنم که در واقع نیروی سیاسی معترض واقعی این دوتا رو هدایت زمان یه زمانه میمونن توی انتخابات که لیستی رای میدادن و به شکل لیستی هم وقتی رای میدادن مشخص بود بخشی از یا ادامه همون جنبش های اجتماعی فرض میشد و یا وارد جنبش های اجتماعی همونها وارد جنبش های اجتماعی میشدن اینجوری میتونم بگم که دو تا در واقع نیروی جنبش اجتماعی در هم ادغام شده بودن یعنی یه جوری میشه گفتش که از هم جدا نبودن اون نیرویی که تغییرات ساختاری و رادیکال رو طلب میکرد و اون نیرویی که تغییرات تدریجی و آرام رو طلب میکرد خب توی انتخابات شرکت میکردن در اعتراضات شرکت میکردن و تو همه اینا هم کسایی بودن که اون تقاضای تدریجی رو می‌خواستن هم تقاضای کار رو درست شد در هزار چ... جنبش 1401 بل. این دو به هم رسیدن کامل یعنی کنار هم بودن یعنی جنبش مهسا جنبشی بود کم اصلاح طلبات توش بودن همه کسایی, تغییر... کسایی که تغییر اصلاح طلبات معنای وسیع کرده نه سیاسی یعنی کسایی که دنبال اصلاحات بنیایی در جامعه بودن هم کسایی که دنبال تغییرات رادیکال و انقلابی بودن هم, انقلابی خواهان هم بله. اصلاحات خواهان در ۱ 1401 حضور داشتن اما از اونجا به بعد در انتخابات 1402 میشه مجلس درسته؟ بله. در انتخابات 1403 که امروز تجربهش کردیم میبینیم که جدا شدن از همدیگه دو تا جنبش از همدیگه جدا شدن جنبش در, واقع انقلابی خواه و رادیکال جنبش اصلاحی همون کسایی که در واقع طالب تغییرات تدریجی کوچک روزنه گشایی هم و کسایی که دیگه تغییرات رادیکال رو میخوان و میبینیم که حالا وزن تغییرات رادیکال داره بیشتر میشه بیش. وقتی جلوتر میریم وزن جنبش انقلابی بیشتر میشه و شاید همون پتانسیل اینکه ما وارد یک مرحله هستیم که انتظار یک جامعه انقلابی رو داریم داریم نزدیک میشیم بهش و نه که انقلابی رخ بده نه مرحله ای که یک انتظار یک جامعه انقلابی رو داره این جامعه ای که دیگه امیدش رو به تغییرات تدریجی از دست داده و کاش فرصت این بود که بحث میکردیم که پیامدهای های کدام یک از این دوتا یعنی اون اصلاحات تدریجی یا اون انقلاب در واقع سیاسی که قرار رخ بده کدومشون پیامت های و های بلند مدت مثبتتری دارند دارن و چون حالا فرصت دید من فقط شما رو ارجاع میدم به کتاب انقلاب رازیستن آسف بیاد که در اونجا خوب بحث میکنه که انقلاب های تونس و مصر و لیبی چطور وضعیت فجیعی رو بر از انقلاب آفریدن و ناامیدی جدیدی رو بر از انقلاب خلق کردن که نه تنها اون مطالباتشون رو که دنبالش بودن نرسیدن بلکه اون داشتهای حداقلیشون هم از دست دادن. اینکه این خیلی مهمه که اون بخشی از جامعه که به این نتیجه رسیده که دیگه اصلاحات از درون ممکن نیست به این فکر بکنه که چه چی چیزی داره در انتظارش باشه و اون آماده که لازم رو داشته باشه به خاطر همین هم این به نظر من لازم هست این دو تا نیروی سیاسی با هم گفتگو بکنن یعنی دیگه نیاز نیست که حکومت گفتگو بکنه با معترضین لازمه دو دسته از معترضین با هم گفتگو بکنن کسایی که دیگرگون خان رادیکال انقلابی هستند و کسایی که همچنان دنبال اصلاحات میگرند اینو اگر با هم دیگه گفته بکنم ما فکر میکنم که تصویر بهتری از آینده ایران رو به دست میاریم و معقوم به پیش میریم انشاءالله یعنی شما معتقدین افرادی که در واقع احتمالا دیگه به صندوق رای خیلی باور ندارن یا طالب جنبش های اجتماعی هستن اینها در واقع خواسته های رادیکال تری دارن حتی بیشتر سمت رادیکالیسم داره پیش میره اون کسایی که رأی ندادن و غره کردن و اون در نهایت بخشی از بدنه رادیکالیسم خواهند شد درسته صحبت پایانی اگر آقای دکتر من در صحبت پایانی میخوام این نکته رو تاکید کنم که ما در وضعیتی هستیم که جامعه ایران ناامید از گفتگو کرده و تلاشش هم کرد بر اثر گفتگو با ساختار سیاسی و قدرت و نامید شد ولی میخوام به این جامعه بگم که از گفتگو کردن با همدیگه نامید نشه اگر از گفتگو کردن با قدرت سیاسی نامید شده از گفتگو کردن با همدیگه نامید نشه از بحث زدن انگ زدن دعوا کردن از اتهام به همدیگه دست بردارن آینده ایران در گروه مشارکت در گروه تعامل در گروه همکاری در گروه حرف زدن با همدیگه است و در گروه کار کردن با هم دیگه است اینجوری میتونیم جامعه رو بسازیم نه در گروه اتهام زدن و در واقع ترد یک دیگه آقای دکتر خیلی ممنون از اینکه فرصتتون در اختیار ما قرار دادین ممنون دا از دعوتتون سلامت باشین و متشکر از اینکه با ما همراه بودین آه.